فصل 13. چنانکه شایسته برادران در مسیح است، یکدیگر را دوست بدارید. همیشه مهمان نواز باشید، زیرا بعضی ها با چنین کاری بی آنکه خود بدانند از فرشتگان پذیرایی کردند. زندانیان را چنانکه گویی با ایشان هم زندان هستید به خاطر داشته باشید و ستم دیدگان را فراموش نکنید، چون شما هم مانند آنها ستم دیده اید. همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند، زیرا خدا زناکاران را خواه مجرد و خواه متأهل به کیفر خواهد رسانید. نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد، بلکه به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است: من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. پس ما می توانیم با اطمینان بگوییم: خدا مددکار من است، من نخواهم ترسید، انسان چه می تواند به من بکند؟ رهبران خود را که پیام خدا را به شما رسانیدن فراموش نکنید. درباره عاقبت کار و زندگی آنها بیندیشید و از ایمان آنان پیروی کنید. عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا به ابد هم خواهد بود. نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما را از راه راست منحرف سازد. روح انسان با فیض خدا تقویت می شود، نه با قواعد مربوط به قضاها، زیرا کسانی که از این قواعد پیروی کردند سودی نبردند. ما مسیحیان قربانگاهی داریم که کاهنان خیمه مقدس حق خوردن از قربانی آن را ندارند. کاهن بزرگ خون حیوانات را به عنوان قربانی گناه به قربانگاه می برد، ولی اجساد این حیوانات در خارج از اردوگاه سوخته می شد. به این جهت عیسی نیز در خارج از دروازه شهر رنج دید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد. پس بیایید تا به خارج از اردوگاه پیش او برویم و در ننگ و خاری او شریک شویم، زیرا برای ما در این جهان هیچ شهر ابدی نیست و به این جهت ما جویای شهری هستیم که به زودی ظاهر می شود. پیوسته خدا را به وسیله عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این است قربانی ما به درگاه خدا. هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود می سازد. از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمت خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت، چون در اون صورت نفعی عاید شما نخواهد شد. برای ما دعا کنید. ما یقین داریم که برخلاف وجدان خود عمل نکرده ایم، بلکه همیشه آنچه را درست است به جا می آوریم. مخصوصا از شما تقاضا می نماییم که دعا کنید تا خدا مرا هرچه زودتر نزد شما برگرداند. خدا که منبع آرامش است، خداوند ما عیسی مسیح را که شبان بزرگ گوسفندان است پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان ابدی را تایید کرد، همان خدا شما را در همه کارهای نیک کاملا مجهز گرداند تا اراده او را به عمل آورید و آنچه که او را خوشنود می سازد به وسیله عیسی مسیح در ما به انجام برساند. شکوه و جلال تا به ابد از آن مسیح است. آمین.